درود بر یاران عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز یک شنبه 14 نوامبر سال 2021 هست. با همدیگه کوتاه اخبار رو خواهیم دید. همونجور که توی سرتیتر خبر نوشته بودم، متاسفانه شرایط خیلی بد هست، روز به روز هم داره بدتر میشه، قوانین جدید داره وضع میشه و توی کل اروپا هست این شرایط. خبرهای جدید این هست که کسانی که توی اتریش واکسن هنوز نزدن اجازه ندارن از فردا خونشون رو ترک کنن. شما باید اون افراد اگر هستید در قرنطینه خانگی قرار بگیرید و همینطور در کشور آلمان به خاطر اینکه شرایط هر روز داره بدتر میشه تست رایگان دوباره قرار بگذارن و ماسک توی زاکسن قرار پخش بشه، میلیون ها ماسک. و آقای زودا از یک شرایط بسیار بد داره صحبت میکنه که منتظر ما هست به احتمال خیلی زیاد. تا چند ماه پیش هوم آفیس اجباری بود، یعنی شرکت ها باید میدادن به کارمنداشون هوم آفیس. این رو کم کمک برداشته بودن که مجددن احتمالا اون هم برگشت خواهد داشت و دوباره اجرایی میشه و همینطور عواقبی که زیبن تاگر اینسیدنس بالا برای کشور آلمان داره و بیمارستان هایی که پر هستن از بیمار، در واقع اوبلاستونگ و یا بگیم فشار مضاعف بر روی بیمارستان ها الان چیزیه که هست، یعنی چیزی نیست که ازش بترسیم، بلکه چیزی هست که وجود داره و باید باهاش یه جورایی کنار بیایم. حالا این چیزایی که خدمتتون گفتیم رو به زبان آلمانی هم بخونیم، چون هدف اصلی ما آلمانی یاد گرفتن هست، ولی خب خبرها رو هم به شما میگیم. میبینید که نوشته استرایش ungeimpfte müssen in den lockdown. کسانی که واکسین نشدن باید در لاکداون قرار بگیرن. wegen einer weiterhin hohen Inzidenz von fast 850 wegen به خاطر بعدش همیشه genitiv میاد einer weiterhin hohen Inzidenz. همین طور بالا Inzidenz همین طور که هست von fast 850 تقریبا 850 از عددش hat Österreich beschlossen کرد تصویب کرد das که ungeimpfte ab morgen in den lockdown müssen واکسینه نشده ها از فردا باید در لاکداون باشند. sie dürfen ihr zuhause dann nur noch in ausnahmefällen lassen. اونها اجازه دارن خونه‌شون رو فقط در استثناء، در شرایط استثنایی ترک کنن، یعنی فقط برن سوپرمارکت و برگردن. این که برن پارک، سینما، با دوستاشون بیرون، اینجور چیزا ممنوعه. bei verstoßen drohen hohe strafen. bei verstoßen verstoß یعنی ضربه زدن و یه کار ممنوع رو که انجام میدن علیه یه قانون، یکی یه کاری کنه بهش میگن اون یه دونه فشتوس صورت داده. و اینجا گفته که بای فشتوسن در صورت در واقع عدم رعایت همچین قوانینی دروئن تهدید میشن با شترافن هوه، با حالا اینجا منظور پولی است، شترافه یعنی جریمه های سنگین. فارسیش میشه در صورت عدم رعایت قانون با جریمه های سنگینی روبرو خواهند شد، ولی آلمانی اینجوری نمیگه، میگه بای فشتوسن دروئن هوه شترافن، در صورت عدم رعایت تهدید میشن به جریمه های بالا، نمیگن سنگین، جریمه های بالا. خبر بعدی مربوط به ایالت بایرن و کشور آلمان هست. زودا وانت فور تریاژ اند انتگلایتن در لاگر. آقای زودا وانت اختار میده از چی؟ تریاژ. توی فارسی ما میگیم زخم عشق، مثلا زخمی که وجود نداره، ولی میگن این زخم خوب نمیشه، همیشه باهاته دیگه، عاشق بودی به عشقت نرسیدی، زخم باهاته. und entgleiten، entgleiten یعنی از دست در رفتن، entgleiten der Lage یعنی شرایط رو از دست در رفتن، دیگه قابل کنترل نبودن. پس میشه آقای زودا وانت از یه تریاژه، یه زخم خوب نشدنی و entgleiten der Lage، از دست در رفتن شرایط. Bayerns Ministerpräsident Söder sieht Deutschland auf Weg zum Corona-Sorgenkind der EU.
آقای زودا، مینیستر پرزیدنت کشور آلمان، ایالت بایرن، زید میبینه آلمان رو، توی فارسی ما میگیم به یه سمت و سوی سوق داره میگیره، اون سمت داره میره. توی آلمانی میگه auf Weg zu اون چیز، حالا بعدش یا بعدش چون داتیف هست یا سور میشه یا zum، کاری با اون نداریم. auf Weg zum Corona sorgen Kind der EU، حالا اینجا چون der هست، حالا das Kind هست، شده zum. در او هم که اینجا گنتیف هست، کاری باش نداریم فعلا. این دراماتیشه کرونا وینتر دروهه، یک زمستان کرونایی دراماتیک ما رو تهدید میکنه. افادت دسهلب، اون طلب میکنه، میخواد به همین خاطر بوندسوایت فرشرفت مسمم، برای کل آلمان بهش میگن بوندسوایت، یعنی تمام ایالت ها فرشرفت مسمم، اون راهبردها و راهکارهای تند مثل قبل، یعنی مثلا محدودیت رفت و آمد، پارتی ها نمیدونم همه چی بستن و اینجور چیزا. اون کندیکت دیزه فی بایان اب دینستاگ ان، و این رو برای ایالت بایان از روز سه شنبه ان کندیگن میکنه، یعنی اعلام خواهد. این هم خبرها رو سریع بخونیم. هوم آفیس پلیشت اون دقیقه این سو این سوالی میپرسه، اجبار هوم آفیس و همینطور قوانین دقیقی اون تیر سوگن هستن، یعنی به زودی میان. خبر آخر و بدترین خبر متاسفانه برای کشور آلمان، زیبت اینسیدنس هاخ ویرت این فولگه، پیامد هفتمین بالاترین میزان اینسیدنس. Seit Beginn der Pandemie, از شروع پاندمی، sind dem RKI mittlerweile در توسط در واقع RKI در حال حاضر mehr als 5 Millionen Infektionen gemeldet worden. بیش از 5 میلیون مورد ابتلا ثبت شده. Die Inzidenz reicht in Deutschland zum siebten Mal in Folge einen neuen Hochwert und liegt nun bei 289. عدد 7 تاگه ارایشت رسیده در آلمان برای هفتمین بار به بالاترین میزان و الان به 289 رسیده. در واقع باید راحت بگیم شرایط وحشتناک. دوستان عزیز، تا میتونید مواظب خودتون بیشتر باشید. بریم سراغ آمار رو، وقت شما رو خیلی نگیریم. در کشور انگلستان با 36517 تا ابتلا و 63 تا فوتی، نسبت به روزهای گذشته همینطور داره تغییرات متناوبی صورت میگیره. در کشور اتریش، سوئیس، متاسفانه اعلام نشده. در کشور اتریش اما اعلام شده، اینجا با 11552 تا ابتلا، 17 تا فوتی و 5222 تا درمان شده، نسبت به روزهای قبل همینطوری بالا و بالاتر رفته. البته این 3-4 روز اخیر رو ما باش کاری نداریم، نسبت به عددهای بالایی داریم در نظر میگیریم که از 2000 رسیدیم به 5، 5 رسید به 8، 8 رسید به 11، خدای نکرده همینطوری اگر بخواد بالا بره که دیگه هیچی. به خاطر همین هم این محدودیت ها و در واقع قوانین جدید رو گذاشتن. در کشور آلمان هم متاسفانه دوستان خوبم اعلام نشده، ولی با هم دیگه دیدیم که تقریبا این عدد به 5 میلیون رسیده و ردش هم کرده. اوکی، امیدوارم ویدیوهای دیگه هم به درتون بخوره. خیلی مخلصیم، شب خوش، بدرود.